Recording is on. من میخواستم اینو اولش اعلام بکنم که توی جلسه قبل من وقتی که ضبط رو شروع کردم اینو نگفتم، بعد مجبور شدم از تک تک افراد باهاشون تماس بگیرم. این جلسات رو ضبط ما داریم میکنیم و نتیجه مذاکرات من بعد از ادیت کردن قسمت هایی که مثلا صدا قطع شد، صدا وصل شد یا چیزایی که خطاهایی که صورت میگیره رو حذف میکنم و به صورت ویدیو منتشر میکنم. اگر جایی هستش که میخواین که اون ویدیو منتشر نشه یا صداتون حذف بشه به من بگین، وگرنه فرض بر این میذاریم که شما کانسنت دارین و این ویدیو رو ما منتشر خواهیم کرد. بازم من ورژن درفتشو میذارم، ولی فرض بر این هستش که شما کانسنت دارین و اگر چیزی رو خواستید من حذف کنم بهم یا ایمیل بزنین یا تلفن بزنین بگین من اون چیزا رو حذف بکنم. آخرین صحبتی که جلسه قبل کردیم چند تا نکته بود. یکی این که آقای رضا پیشنهاد کردن که ما راجع به این فکر بکنیم و یه مثال تنجیبل رو انتخاب بکنیم ببینیم ما چجوری میتونیم راجع به یک واقعیتی که در جهان خارجی اتفاق میفته، مثلا ماجرای اقلیت‌ها در چین یا ماجرایی که در سوریه اتفاق افتاده و حاتم هست در میدیا، چجوری میتونیم به واقعیت اون مسئله پی ببریم. هدف اصلی ما این هستش که در واقع تو این جلسه به این بپردازیم که در دنباله صحبت قبلی که ما گفتیم که هر فردی دیدگاهش نسبت به جهان سه حالت داره و تا شاید بهترم هستش بگیم که در یک سپکترومی از این حالتها قرار داره. یعنی فرض کنیم که اگر که مثلا اینجا ما اطمینان کامل باشه در جهت اینکه ما مطمئن هستیم که یک اتفاقی اتفاق افتاده یا یک فکتی درست هست، در جهت مخالفش این هستش که ما اطمینان کامل داریم که یک واقعی اتفاق نیفتاده و ولی در بین اونم این هستش که ما نمیدونیم که اون وضع در چه حالتیه، در حالی که در جهان خارج واقعیت خارجی یا اون اتفاق افتاده یا نیفتاده، ولی آگاهی ما تو یه اسپکترومی قرار داره. حتی ممکن هم هستش که یه چیزایی ما بین این دوتا ابسولوت نالج ما که ما در واقع اطمینان مطلق داشته باشیم که یک اتفاقی واقعا به این صورتی که در ذهن ما هست اتفاق افتاده، یا اینکه اطمینان مطلق داشته باشیم که این اتفاق نیفتاده یا اون گفته غلط هست یا اون واقعیت وجود خارجی نداشته، و یا اینکه در حدی از اطمینان باشیم نزدیک به پوزیتیو یا نگاتیو اپینین راجع به اون چیزی که مورد صحبت هستش. حالا من دوست دارم که دوستان نظراتشون رو بگن و ببینیم ما چجوری میتونیم، حالا دوست داشتین چین، اگه دوست داشتین سوریه، هر کدوم یا هر مثال دیگه تنجیبل رو انتخاب بکنیم و به ما بگین که ما چجوری میتونیم بفهمیم که در اونجا با توجه به اینکه میدیاهای مختلف چیزای مختلف میگن، بفهمیم که واقعیت خارجی که اونجا اتفاق افتاده و گزاره‌های درست چیا هستن. بفرمایین دیگه، صحبت در اختیار شماست. من میخوام اینو بگم که به اصطلاح تجربه خود من به خصوص در ارتباط با همین مسائل خاورمیانه و اینها که اتفاق افتاد چیز جالبی بود. اینکه من واقعا وقتی که اینا میخواستن به عراق حمله کنن من هیچ مشکلی نداشتم و میگفتم خوبه و فلان و اینها، ولی به مرور که به اصطلاح اطلاعات اومد و مسائل باز شد و اینها، یواش یواش دیدگاه من عوض شد. یعنی به اصطلاح اینا هم اطلاعات اومد، به اصطلاح نتایج رو ما دیدیم و نهایتا به این هم رسیدیم که نه بابا این کار خوبی نبوده و اون چیزایی که قبلش یه عده میگفتن دقیقا برای ما روشن شد که اونا درست میگفتن، حرفاشون درست بود و به طرف اون دیدگاه ها رفتم. من خودم که یه همچین چیز رو به اصطلاح تجربه. ولی اشکال اینجاست، ببینید بله مثلا موقع حمله به عراق 1 میلیون نفر توی انگلستان توی اون میدون مرکزی شهر تظاهرات کردن بر علیه رفتن به عراق، در آمریکا این همه تظاهرات کردن،
ولی بر ترتیب توی دموکراسی اگر میدیا موفق بشه که یه اکثریت 51% رو متقاعد بکنه و حتی گاهی هم کمتر بسته به سیستم جمع‌بندی آرا، اون برای میدیا لازم نیستش که و برای موبالایزیشن مردم برای یک هدفی که مورد نظر هست لازم نیستش که 100% مردم رو متقاعد کنه. در بعضی از موارد حتی اگه 40% 50% 51% مردم متقاعد بشن به انجام یک کاری، اون کار انجام میشه و حالا اون 49% که مخالف هستن دیگه صداشون به جایی نمیرسه و اون 51% هم که بون نجلسن حالا مثل شما یا دیگرانی که در اون لحظه فکر میکردن که خب حمله بکنیم به عراق و عراقی ها رو نجات بدیم، بهشون آزادی بدیم، با ما از گل مثلا با گل از ما در استقبال خواهند کرد و اینا، فکر کنم کار اخلاقی و خوبی متصور بودن اون کار رو. حالا بعدن معلوم شده که مثلا سلاح کشتار جمعی وجود نداشته، کانسیکوئنساش برای حالا حداقل برای خود آمریکایی‌ها نتایج خوبی رو به بار نیاورد و غیره. حالا از دید یه آمریکایی نگاه کنید، اون آمریکایی که در اون لحظه تصمیم غلط گرفته مشکلش حل نمیشه اگه 10 سال بعد بفهمه که خب اون موقع تصمیم غلط بوده، دوباره امروز هم ممکنه تصمیم غلط دیگه بگیره. یعنی ما برای متدولوژی، سوال اینجاست چه متدولوژی ما میتونیم داشته باشیم که مثلا اگه در سال 2001 هستیم در سال 2001 تصمیم درست بگیریم، اگر در سال 2021 الان یه اتفاق دیگه میخواد بیفته و ما میخوایم تصمیم بگیریم، تصمیم درست بتونیم بگیریم. من سوالو میگم حوزه تخصصی شما تا ببینین، من واقعا هم به دیگرانم گفتم بحث ما بحث سیاسی نیست. الان من مثلا راجع به کووید، بعضیا میگن آقا این کووید واکسن رو بزنین. ببینین بحث ما خیلی کلی تر از این هستش که فقط راجع به سوریه باشه. یه عده میگن آقا کووید رو بزنین واکسنشو، یه عده میگن نزنین، یه عده میگن آقا لانگ ترم کانسیکوئنس داره نداره، و این یه سوالی است که همه ما الان باید بهش جواب بدیم و هر کسی الان به این جوابی خواهد داد. اینکه 10 سال دیگه ما بفهمیم که on the hindsight بعد از اینکه این همه اطلاعات دیگه اومد اون تصمیم قبلی ما درست بوده یا غلط بوده، کمکی برای این متدولوژی ما نمیکنه. شما خودتون برای اینکه تصمیم بگیرین که مثلا واکسن کووید رو بزنیم یا نزنیم یا کدومش رو بزنیم چی کار میکنیم؟ چه کار باید کرد که ما الان تصمیم درست رو بگیریم؟ من یاد گرفتم در زندگی که عقلانی تصمیم بگیرم، از اطلاعات و داده های موجود در هر زمینه ای استفاده بکنم و تحت تأثیر سعی کنم قرار نگیرم، تحت تأثیر مسائل جانبی، اینکه بقیه چی در مورد این فکر میکنن میتونه مؤثر باشه در اینکه آمار به کسی بده، ولی در مورد تصمیم گیری من تو رد یا تایید یک مسئله هیچ وقت نقش دیگه نداره. جوون که بودم چرا، ولی الان دیگه به این نتیجه رسیدم که واقعا رو هر چیزی بلافاصله تحت تاثیر قرار نمیگیرم، سعی میکنم از جنبه‌های دیگه هم بهش از زاویه‌های مختلف. دیدین حالا چقدر جملات جالبی گفتین. من امروز آماده کرده بودم راجع به یه تئوری میدیای صحبت کنم، بهش میگن ایناکولیشن تئوری. دقیقا در اولین اظهار نظرت آی دکتر انگشت گذاشتی روی که چجوری تحت تاثیر قرار داره و دومیش و از منابع مختلف گفتی ها. حالا من ازتون نمیپرسم که نتیجه تحقیقاتتون راجع به واکسن چی شده که بعدم مسئولیت به گردنتون نیفته. کامران جان شما بفرمایید. سلام به دوستان، من اول از همه سلام کنم خدمتتون. والا من خودم یه همونطور که اون دفعه گفتیم یه سری منابع هست که خودم بهش فکر میکنم کلن اینا نسبتاً بیطرف هستن. این منابع حالا هم از تلویزیون هم از روزنامه است و یه سری آدم ها هستن که اطلاعاتشون بیشتر از منه. سعی میکنم یه سری خبرها رو از این دوستان بگیرم، ولی کلن خب سخته دیگه، ما به قول معروف یک سری این ور دنیا هستیم، هر کس هم نظر خودشون میده دیگه. بعد از چندین سال شما میدونی که کیا به قول آقای دکتر نظراشون رو از با احساس میگن، کیا با احساس نمیگن یا تحت تاثیر قرار میگیرن، یعنی تحت تاثیر اون جو قرار میگیرن قرار نمیگیرن. البته هیچ کس به قول معروف ایناکولیت نیست نسبت به اخباری که از اطراف میگیره،
ولی باید سعی کنیم که به قول آیه دکتر سعی کنیم که تحت تاثیر این احساسات قرار نگیریم و رشنال باشیم. من میگم تصحیح میکنم یه سری بالاخره بعد از این همه سال یه سری مطبوعات هستن، از چه از تلویزیون، چه از خبرهای تلویزیونی، چه خبرهای روزنامه‌ای و یه سری منابع دیگه که بهشون تو این سالها بیشتر اطمینان داشتم از اونا خبرامو بگیرم. در حقیقت فقط اشکال اینجا هستش که هر کسی سری منابع خودش رو مطمئن‌تر میدونه، اگر دایورسیفی داشته باشه اون وقت دیگه. نه شما درست میگی، ولی میگم چون به هر حال این مثلا میگم و بعضی شما میدونی که مثلا بعضی خبرها یعنی در حقیقت اخبار از طرف مثلا آقای روپرت مرداک، خب ایشون که دیگه آقای روپرت مرداک رو که دیگه همه میشناسن و میدونن بیشتر چیزایی که میگیره طرفش چیه دیگه. مثلا آقای چنگیزی شما بفرمایید. خواهش میکنم. در رابطه با صحبتی که شما فرمودین، من میخوام یه مثالی بزنم در مورد اخبار و اطلاعاتی که همه ما کسب میکنیم. من در نظر میگیرم یک قیف خیلی بزرگی که از دهنه در حقیقت وسیعش گشادش کل این اخبار و نظرات وارد این قیف میشن. به مرور زمان این قیف در اون حالت در حقیقت هرمی که داره هی تنگتر میشه، اونجایی که در حقیقت به نوعی نیاز به اصطلاح به تفکر اندیشه داره. یعنی کل این اخبار رو ما میشنویم، میخونیم از طریق رسانه‌های جمعی، چه تلویزیون، چه حضورتون عرض کنم که روزنامه‌های الکترونیکی و غیره و بند و بساط. وقتی میرسه به اونجا، باز من فکر میکنم که باید برگردیم به اون مسئله اصولاً به اصطلاح چیز قضاوت خودمون، یعنی اتلان دو جوجمان به قول فرانسوی ها، یا اون خط فکری یا در حقیقت اون دیمارکشن لاینی که در هر کدوم از ماها در اثر حالا محیط که روش کردیم درش، اونجایی که زندگی کردیم، حضورتون رو از کنم تجاربی که به دست آوردیم، مطالعاتی که کردیم، دانشی که کسب کردیم، اونجا میشینیم به قضاوت و اما اهم میکنیم. همینطور که آقای عبدالحسینی گفتن، شما در نظر بگیرید مثلا حمله به عراق رو، خب برای خیلی ها فقط ایشون یا من نبوده، برای خیلی ها قضاوت در مورد حمله ای که آمریکا با یک کوالیشن به اصطلاح بین المللی که درست کردن این بودش که خب شاید یک دیکتاتوری رو، یه مستبدی رو میرن سرنگون میکنن و در اعزاش دموکراسی رو در حقیقت در اونجا غالب میکنن. من شخصا به خاطر نظری که راجع به سرمایه‌داری به طور عام و امپریالیسم به طور خاص دارم، طبیعتا از روز اول مخالف این داستان بودم و نظرم بر این بود که اینها دارن میرن که خاورمیانه رو به خاک و خون بکشن و تبدیل به یک تله خاکش بکنن و بتونن ازش سوء استفاده بکنن. یعنی در حقیقت اون مسئله توی مغز من، یعنی تو اون قیفی که آمده رسیده به اون مرحله تنگ شدنش، اونجایی که میبایستی که یک نتیجه ازش بیرون بیاد، اونجا اون در حقیقت دیمارکشن لاین یا اینکه اون تفکر و نیروی قضاوت منه که باعث میشه من مخالفت بکنم با این داستان و دیگران، هر کسی دیگری، مخالف یا موافق. این هستش که باز مجددن من به همون مبحثی که مطرح کرده بودید که این بارم صحبت شده، یا در مورد سوریه هم همچنین، من خط فکریم مشخصه و فکر میکنم که یک جهان نامتعادل و چیز وجود داره در حول و حوش ما که قدرتمندان، صاحبان ثروت، به در حقیقت تهی دستان و کشورهای زیردستی و در حال توسعه و عقب مانده اینا حکمرانی میکنن و افکار و اندیشه هاشون رو به اضافه برنامه های خیلی مشخص و مسجلی که دارن به اینها اعمال میکنن. در
در مورد سوریه تجربه رو ما دیدیم، یعنی واقعا اگر که رژیم بشار اسد با کمک ایران نایستاده بود امروز بشار اسد اونجا نبود. در مورد شخصیت بشار اسد اصلا صحبتی نمیخوام بکنم، عینیات رو دارم در موردش صحبت میکنم. ببینید مثلا در مصر آمدن همون برنامه رو دم دادن و پشتش رو گرفتن و هیزم گذاشتن زیر اون دیگ داغش کردن. یک افسر، یک نظامی که متجاوز از 30 سال در حکومت بود مبارک رو انداختن، بعد انتخابات آزاد گذاشتن و در اون انتخابات آزاد اخوان المسلمین برنده شدن. یک سال بعدش مجددا اومدن کودتا کردن و در حقیقت رئیس جمهور منتخب مردم که از صندوق‌های رأی به طور دموکراتیک بیرون آمده بود او رو گرفتن، انداختن زندان و السیسی به عنوان چیز خودشون آوردن در اونجا و حاکم کردن به عنوان نماینده خودشون. و هر کاری هم الان السیسی میکنه هیچ ایرادی نداره، حقوق بشر در اونجا مطرح نیست. حضور شما عرض کنم که بسیار هم مورد پشتیبانی در حقیقت آمریکا و کشورهای چیزش هستش، متحدش، و از جمله کانادا و دولت بسیار ضعیف جوستن ترودو در کانادا که از دید من متاسفانه هیچ خط مشخص روابط بین الملل نداره و دنبال روی آمریکا هستش. مرسی. خواهش میکنم. من یه نکته ای رو میخواستم در رابطه با صحبتهای آقای چنگیزی بکنم، اجازه دارم؟ بفرمایید. چیکه؟ من هم در گذشته همچین چیزایی داشتم، ولی تو اون زمان من برام این مسئله شده بود، یعنی من اون دیمارکیشن لاینام همه به هم ریخته بود، به خصوص تجربه ایران و اینها داشت ارزیابی کرده بودم و اصلا میگفتم مثلا ما چت میگفتیم و فلان اینها. و نهایتا این که اون دیگه من حاضر نبودم به اصطلاح با اون تحلیل های از امپریالیسم و فلان و بهمان اینا به مسئله نگاه کنم و داشتم یه از اون محیط کامفورت زون خودم، از اون محیط آرامشی که داشتم و اینا عبور کرده بودم که ببینم چه خبره. و این بود که به اصطلاح متفاوت فکر کردم. حالا بذاریم من برای اینکه یه مقدار در واقع هیستوریکال کانتکست بدم به صحبت‌ها، یه نکته رو من آماده کردم بگم الان میگم. یه سوالی وجود داشت جلسه پیشم اگه یادتون باشه صحبت کردیم که فیزیک نیوتونی در ساینس یه دنیای خیلی خطی و قابل شناسایی رو تعریف کرده بود و بعد از مطرح شدن عدم قطعیت‌های کوانتوم مکانیک و انقلابی که طرز تفکر نسبی تو فیزیک ایجاد کرد، مردم فهمیدن که اون چیزایی رو که ما فکر میکنیم میدونیم چقدر دونسته هامون ممکنه که فروپاشی بشه، که آقای کون مسئله ساینتیفیک ریولوشن ها رو مطرح کرده و این حرفا. سوال اینجاست که ما تئوری های مختلفی که راجع به جهان خارجی وجود داره، مثل فرض کن تئوری نسبیت، تئوری کوانتوم، تئوری که گاهی وقتا با هم سازگاری نداره. این آقای لاکاتوش توی این زمینه کار میکرده، در لندن اسکول آف اکانومیکس جزو فلاسفه علم هست. ایشون همزمان با آقای کون بوده که معتقد به انقلابهای علمی هستش و تئوری خاص خودش رو داده. ولی سوال اصلی اینجاست، ما این تئوری های مختلفی که وجود داره در این لحظه‌ای که وجود داره، ما از بین اینا کدومش رو انتخاب بکنیم؟ چون هیچ کدوم از اینا که نالج به اون مفهوم مطلق کلمه که ما بدونیم واقعیت خارجی چی هستش الان میفهمیم که نیستن، اینا تئوری هایی هستن که واقعیت چی ها هستش. پیشنهاد آقای لاکاتوش رو من اینجا واسهتون هایلایت میکنم، گفته که ببینید ما دانشمون راجع به صحت و سقم مطالب از اینجا ناشی میشه که ببینیم این پیشبینی هایی که بر اساس اون طرز تفکر و اون جهانبینی یا اون تئوری راجع به واقعیت و عمل کرده جهان هست درست در میاد یا غلط در میاد. و در واقع میگه ما باید به اون چیزهایی اعتماد بکنیم که یک حالت
به طور معجزه آسایی اگه دنیا قوانین درستی نداشت و ما نمیتونستیم بفهمیم که درستی چیه و نادرستی چیه، نباید میتونستیم که جهان خارج رو راجبش پیش بینی بکنیم. اون پیش بینی پیشنهادش اینه که ما بیایم این افراد مختلفی که نظریاتی میدن و اسمش میذاره ریسرچ پروگرام، حالا بقیه بهش میگن مثلا تئوری و فلان، این چیز مفصل تری است از تئوری، یه ریسرچ پروگرام یا یک جهان بینی که وجود داره اگر مرتبا پیش بینی های خوب به ما داد، ما اینو بهش اعتماد میکنیم و بر اساسش پیش میریم. اگر به ما پیش بینی های بد داد و این پیش بینی ها غلط در اومد، ما اعتمادمون رو نسبت به اون نوع تئوری ها از دست میدیم و اونا رو کنار میذاریم. من اینو همیشه به خودم یادآوری میکنم و توی این پاورپوینت هم گذاشته بودم که حالا بعداً راجع به صحبت کنیم، ولی الان خیلی قشنگ فیت شد با صحبت هایی که شما کردین. ما میتونیم نگاه کنیم ببینیم مثلا حالا این رفتن به جنگ عراق یا صحبت های دیگه، بالاخره میلیون ها نفر هم بودن در خود آمریکا و اروپا و کشورهای عضو ناتو گفتن آقا این کارو نکنین، این کار صلاح نیست، مستنداتش به اندازه کافی نیست، و در اون لحظه از زمان تصمیم درست گرفتن در مورد مثلا فرض کن اینکه به سازمان های ضد اسد کمک بکنن اروپایی یا نکنن. یه عده گفتن نکنین، یه عده گفتن بکنین. کسایی که کمک کردن بعدن به قول آقای بایدن معلوم شده که اون کسایی که داشتن بهشون کمک میکردن شاپکیپرهای سوری نبودن، بلکه در واقع اکستریمیست های سوری بودن. ولی در قبل از اینکه معلوم بشه که اینایی که داره بهشون کمک میشه که بودن، یه عده بودن که تصمیم درست گرفتن. اون افراد طبیعتاً ما میفهمیم که جهان بینی داشتن که اون جهان بینی منجر به تصمیم درستشون شده. اگه ما به حرف لاکاتوش باور داشته باشیم، یک ریسرچ کوشن خوب این هستش که ما بریم ببینیم اون کسایی که در زمان جنگ عراق تصمیم درست رو گرفتن، چرا این تصمیم درست رو گرفتن، چه مایندستی داشتن، و اون مایندست رو درک کنیم و اون مایندست رو ادپت کنیم. ببخشید من یه چیزی بگم، من چون سوال دو تا چیزه، یه وقتیه که یه اتفاق میفته بعدا ما میتونیم بگیم که مثلا آقا جنگ مثلا میگم مالویناس، شما انگلیس با چیز، شما حالا همینطور که آقای دکترم فرمودن جنگ مثلا بین امپریالیست با یه دیکتاتور دیگه، اون وقت هم که آرژانتین در حقیقت یه کشور، ولی یه وقت هست که شما از اتفاقی که یعنی آیا این اتفاق افتاده اصلا یا نیفتاده، شما الان مثلا یه سری ها میگن مثلا این مسلمانای چین اصلا همچین چیزی نیست، ما اونو چجوری باید بفهمیم؟ نه که حالا ما نظرمون راجبه مثلا فلان جنگ چیه، اون یه چیز دیگه است. آقا یه جنگی اتفاق افتاده، حالا ما میگیم مثلا آیا این جنگ درست بوده یا مثلا باید میفتاده یا نباید میفتاده، ولی یه چیز هست که اصلا ما از اتفاقی که داره میفته ما دقیقا نمیدونیم آیا واقعا اینا مسلمانای اونجا هنوز زندانی هن یا تو کمپ هن، یا اینکه نه اصلا اونطور که خود چینی ها میکنن همچنین خبری نیست. این به نظر من یه چیزی که باید بیشتر راجبش، چون فهمیدن اون یه مقدار سخت داره. فهمیدن اون تو چه باید کرد، اینا با هم دیگه مربوطن، یعنی کسایی که به چه یک چه باید کردی میرسن و معلوم میشه که اون تصمیمی که گرفتن درست بوده، بر اساس حتما یه واقع بینیه اون تصمیم درست رو گرفتن. یعنی دوباره کسایی میتونن پیش بینی بکنن که چه باید کرد. دوباره برگردیم به حرف لاکاتوش، ما از کجا میفهمیم که یک فردی جهان بینیش درسته؟ البته ممکنه یه نفر جهان بینیش درست باشه ولی چه باید کرده غلطی به دست بیاره، ولی کسی که چه باید کردش درسته به احتمال قوی واقعیت هم درست دیده. اگه کسی که فکر کنه الان اینجا یه دیواری وجود داره، بعد بگه خب من معتقدم اینجا دیوار وجود نداره، بعد راه میفته خب کلش میکنه به اون دیوار، خون میاد سرش. یه کسی دیگه میگه که نه من از اون راه میرم که اونجا فکر میکنم دیوار وجود نداره، میره و واقعا هم اونجا دیوار وجود نداره. این تصمیم گیری چه باید کردش که درست در اومده ناشی از درست دیدن واقعیت خارجی هم هست، هرچند که اینا دو تا چیز مختلف هست از همونطوری که شما دارین. ما اون که حالا اینجوری بگیم، یک کسی که برداشتش از واقعیت خارجی بعداً معلوم میشه درست در اومده،
پیشبینی هم که کرده و ادوایسی هم که داده و چه باید کردی هم که جواب داده میبینیم درست در اومده. خب اینو باید مطالعه کنیم ببینیم چرا درست در اومده. یکی از چیزایی که همه خیلی بهش علاقمندند دوران جنگ جهانی دومه، یک کشوری با این همه دانشمند، آقای هایزنبرگ تا آخر عمرش به هیتلر خدمت میکرده، آقای فون بران داشته واسش موشک میساخته، بهترین دانشمندا فلاسفه تو این کشور آلمان به وجود اومدن، ولی مردم آلمان و مدیران آلمان از جمله همه این دانشمندان فکر میکردن که واقعیت خارجی طوریست که این اگه حمله کنن میتونن برن مسکو رو بگیرن. ما الان میفهمیم که این حرف غلط بوده. درست، ما میفهمیم که این تصور هیتلر که میتونه بره مسکو رو بگیره غلط بوده. نکته اینجاست اون کسایی که در اون زمان میگفتن آقا این کار غلطه نکن، اونا هم برداشت درست تری از واقعیت خارج داشتن و هم چه باید کرده بهتری گذاشتن داشتن، و اون کسایی که به این میگفتن بکن معلوم شد که هم برداشتشون از واقعیت خارجی غلط بوده، اینجور رفته اون کار رو سعی کرده بکنه و نشده. من یه چیزو بگم؟ بفرمایین. یکی دلیلی که من فکر میکنم که اون تصمیم ممکنه در اون لحظه درست یا غلط باشه، از اطلاعاتی که در اون لحظه ما کم داریم یا زیاد داریم. یه سری اطلاعات رو کم داریم، خب این اطلاعات بعداً کامل میشه. مثلا فرض کن یه سری تصمیمایی که الان میگیریم راجع به همه فرض کن کرونا، خب الان به نظر اون درست میاد، ولی چند سال بعد یه سری اطلاعاتی رو به دست میاریم، یه سری واقعیت‌هایی به دست میاد، تحقیقاتی رو به دست میارم که میگم ای وای پس اون تصمیمی که اون لحظه گرفتی و غلط بوده. پس دلیل نمیشه برای این که اون لحظه تصمیم 100% درست یا غلط باشه. اینا کار خیلی سختیه. من فکر کنم فقط هر کسی در حوزه کاری خودش میتونه بگه که چه اون لحظه، مثلا اگر کسی پروفشنال باشه تو کارهای جامعه شناسی، خب تسلط کامل به همه چی داشته باشه یه تصمیم میتونه بگیره. ولی من نوعی که یه شهروند ساده هستم، خب تصمیم گرفتن خیلی سخته برام. با اون که خیلی هم اطلاعات هم بشتم بخونم، از کجا بخونم اونی که میخونم درست باشه، امیرحسنی بقل دست من باشه بگه اینو بخون اونو بخون اینو نخون، خب خیلی تاثیر داره. من اول سلام میکنم همه دوستان، ببخشید من کمی دیر اومدم. خب من قبلش میخواستم اینو در واقع بگم که ما همونش که علی هم گفت یه ساختار فکری هر کدوممون داریم و با اون ساختار فکریمون به مسائل نگاه میکنیم و معمولا کامن سنس ما میگه مثلا این درسته این غلطه. یکی به آدم بیا که حتی کمی آشنا هم باشه که آقا 100 دلار بده من فردا 10,000 دلار بهت میدم، خب میدونیم این امکان نداره، تجربه ما نشون داده که این امکان نداره، بنابراین کامن سنس ما میگه نه اینو قبول نکن. ولی دیدیم که خب مثلا چیزی که یک کمی دورتر میشه و ما تجربه مشخص نداریم که نمونه‌هاش هم هست دیگه، تو این دروغ 13 که اینجا یا مثلا درست میکردن که گفته بودن درختی که ازش ماکارونی میاد بیرون که شما ماکارونی میچینین، و بعد دیده بودن یه اکثریت بزرگ قبول کرده بودن چون چند تا مثلا آدم قابل اعتبار اومده بودن و اون شوخی و دروغ و در واقع براش دلایلی آورده بودن و مردم قبول کرده بودن، چون خب خیلی ساده بود نپذیرن. رو مسائل علمی به نظر من خب قضیه ساده تره، یعنی آدم از با کمک افرادی که تو اون زمینه تخصص دارن یا اینکه خودش چقدر دانش داره یا کسایی که میشناسه تو اون زمینه دانش دارن، خب میره نسبت اون قضیه اطلاعات میگیره، مثل همین واکسن. ولی وقتی مسائل اجتماعی مثل همین جنگ عراق، حمله هیتلر به روسیه اینا میشه، مسئله به نظر من باز مدیا میاد، یعنی اینکه اطلاعات ما از کجا میگیریم و مسئله منافع. روی همین قضیه الان قرارداد ایران با چین یا چیزای شبیه این مثلا میبینی، خب میبینید موزگیری ها قبل از اینکه اصلا علمی باشه و تخصصی باشه بر منافع، یعنی قشنگ دو تا گروه، اونایی که به دلایلی میخوان از این رابطه استقبال کنن میگن خوبه، اونایی که میخوان در واقع مخالفت کنن میگن بده، بدون اینکه در واقع هیچ کمشون خیلی
اینو بررسی کرده باشن. رو تمام این گونه مسائل الان به طور وسیعی به نظر من اولین چیزی که باید روم مورد تحقیق بشه منافع گروه های بزرگ هستن، گروه های قدرتمند. ببخش بخیر تو نشوات کردن. فقط یه نکته هم بگم، من یه فیلم رو میدم خیلی جالب بود، داکیومنتری در مورد این که خیلی الان میگن که خب ماهی بخورید و ماهی هم از شرکت هایی در واقع بگیرید که مارک سیف دارن، که اینا رعایت یک سری اصول محیط زیستی رو میکنن. و بعد جالب این فیلم رو تحقیق میکرد فاندرا و مهمترین ساپورترهای اون شرکت هایی که این تگا رو میدن که آقا این ماهی، تولید کننده ماهی اصول محیط زیست رعایت کرده، بزرگترین دونرها و ساپورتراشون همون شرکت های صید ماهی بودن. و در واقع میگم وقتی شما، بنابراین نمیتونی شما هیچ اعتمادی کنیم، باید حتما ببینیم منافع کجا هستش و توی این مسائل اجتماعی منافع به نظر من تعیین کننده است. مرسی. ممنون. آقای چنگیزی بفرمایید. خواهش میکنم. من نظرم بر اینه که وقتی وارد حوزه در حقیقت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی اندیشه‌ای میشیم، طبیعیه که هیچ چیزی مطلق نیست، همه چیز نسبی هستش. ولی واقعیتش این هستش که در همین نسبیت هر یک از ما یا انسان‌ها یا احزاب سیاسی از یک قدرت تحلیلی برخوردارن، یعنی اوضاع رو تجزیه و تحلیل میکنن و بر مبنای اون معیارهای تحلیلی خودشون نسبت به مسائل موضع میگیرن و تصمیم میگیرن و عمل میکنن. ببینید، سرمایه‌داری در حقیقت چیز نکرده، یعنی اصول و پرنسیپ‌های سرمایه‌داری سر جاش هستش، یه مقداری تغییر شکل میده. از سرمایه‌داری مثلا اندستریال میره به فاینانشال، و از سرمایه‌داری در حقیقت فاینانشالش هم حتی به مرحله بسیار بسیار خشن و وحشی خودش میرسه، به این صورت که در حقیقت اموال یا اینکه ثروت جهانی در دست بیش از 100 نفر نیست. یعنی اون اصول سر جاش هستش ولی به نوعی تغییر شکل داده. من میخواستم بگم که در حقیقت در طول زمان هست که انسان ها به یک نتایجی میرسن تا اینکه بتونن در مورد چیز تصمیم گیری بکنن، در مورد وقایع تصمیم گیری بکنن. حالا از یه طرف شما میبینید که آمریکا یک کوالیشن درست میکنه برای حمله به عراق، ولی دولت لیبرال کانادا، آقای ژان کریتین، ایشون در این کوالیشن شرکت نمیکنه. خب چرا شرکت نمیکنه؟ به علت اینی که از در حقیقت مقاصد دولت جورج بوش و اطرافیانش کاملا آشنایی داره و واقف هستش که این حمله به عراق نه به خاطر دموکراسی است، بلکه به خاطر ایجاد یک ناکجا آباد دیگر از طرف آمریکایی ها. نتیجتا داره شرکت نمی کنه. حالا در جوار مثلا یه همچین آقای کریتینی که رهبر حزب لیبرال در کانادا هستش و با سرمایه‌داری هیچ گونه مخالفتی نداره، بلکه اصول در حقیقت دموکراسی و لیبرالیسم رو در سرمایه‌داری میدونه، افرادی مثل بندم هستن که اصولا با سرمایه‌داری و اون مرحله بالاترینش امپریالیسم یا صدور سرمایه و صدور در حقیقت اجناس تولیدی و غیر و بند و بساط مخالفن، به همون در حقیقت تصمیم یا نتیجه میرسن که آقای ژان کریتین رسیده. یعنی کامن پوینت یا کامن سنس بین ایشون و کسانی که مخالفن و از زاویه ضد سرمایه‌داری برخورد میکنن، اون شناخت از تاریخ و ماهیت کشورهایی هستش که میخوان یک کوالیشن ایجاد بکنن و برن یه بخشی از جهان رو در حقیقت چیز بکنن، نابود بکنن. یعنی میخوام بگم که اون مسئله دیمارکیشن لاین هم که آقای عبدالحسینی گفتن، این در اثر تجربه، مطالعه و دانش در طول زمان هستش که به وجود میادش. و نتیجتا هم شما هم بنده، هر کدوم از دوستانی که الان اینجا هستیم، طبیعتا دارای به اصطلاح یک خطوط
و محدودیت هایی هستیم در قضاوتمون، در تصمیم گیریامون، و همین ها برمیگرده به همون دانش و تجربه که در طول زمان به دست آوردیم. مرسی. من الان همه رو نمیبینم. من یه نکته رو راجع به این اهمیت این ماجرا بگم که دوباره مقدار جهت رو از دست ندیم. پیدا کردن این که ما چجوری میتونیم واقعیت خارجی رو بفهمیم و راجع بهش تصمیم درست بگیریم سوال اصلی دموکراسیه. در یک سیستم دیکتاتورشیپ یا آریستوکراسی، اشرافیت یا مریتوکراسی که سیستم بر اساس مثلا میگه آقا هر کس لایق تره اونقدر تصمیم بگیره و اینا، یه جور دیگه است. یعنی مشکل در یک سیستم آریستوکراسی این هستش که کی پادشاه بشه. توی یه سیستم تکنوکراسی این هستش که بین این متخصصین ما کدوم متخصص و حرفش رو قبول بکنیم. در دموکراسی شما نمیتونیم بیاییم بگیم آقا جان من چون شهروند هستم و مسائل اجتماعی و سیاسی و اینا سرم نمیشه پس چی؟ این دموکراسی شاید بگم پیچیده ترین و مشکل ترین سیستم اداره اجتماعی، به همین خاطر هستش که اگه 5000 سال تاریخ ما داشتیم 200 سالش هستش که در واقع اکسپریمنت های دموکراسی، 300 سال هستش که داره اکسپریمنت های دموکراسی توش صورت میگیره، به خاطر اینکه سخته. توی چرا از قدیم سیستم ها بر اساس دموکراسی نبوده؟ خب این راحته دیگه، میگه آقا فلانی قلدرتره میشه شاه، یا میزنه داداشاشو میکشه، فلان عموشو میکشه میشه شاه، بعد هرچی هم اون گفت ما انجام میدیم. این سیستم تصمیم گیری ساده است. حتی تکنوکراسی توی فرض کنید سازمان، میگه اون کسی که سوادش بیشتره میشه رئیس مثلا انجمن مهندسان، یا اینکه به نوبت اعضای مثلا توی آکادمی اعضای دیپارتمنت به نوبت میشن مدیر دیپارتمنت، وقتی مدیر شدن یه سری مسئولیتای رو به عهده میگیرن انجام. در دموکراسی فرق میکنه، یعنی اون کسی که چه میدونم تصوادش صفره، از اول هم اینطوری نبوده ها، اینو باید یادآوری بکنیم که دموکراسی های اولیه مثلا در آمریکا، کشورهای اروپایی تا اوایل قرن 20 شما باید مثلا ملاکین فقط حق رأی داشتن، که میگن رأی گیری شد و جورج واشنگتن به حکومت رسید، رأی گیری شد و فلان شد، رأی گیری شد ولی زنها حق رأی نداشتن، نمیدونم کسایی که صاحبان املاک نبودن حق رأی نداشتن. بعد کم کم گفتن که همه حق داره، یونیورسال سافرج، یعنی که همه افراد با سواد و بی سواد، متخصص اون علوم اجتماعی یا نه، باید نظر بدن. و این خیلی از مردم این مسئولیت رو در دموکراسی خیلی سبک می انگارن. یعنی وقتی ما میگیم یه سیستم دموکراسی هست، هرچند که حرف آزاده درسته که ما در واقع داریم از افرادی که مسئله پیچیده اجتماعی رو سر در نمیارن میخوایم نظر بدن، ولی ما میخوایم نظر بدن و این که ما بفهمیم که نه برای متخصصین امر، بلکه برای عموم مردم، برای تمام افرادی که اجازه رأی دارن. و توجه داشته باشیم که در دموکراسی رأی متخصص و غیر متخصص با هم یک رأی حساب میشه. یعنی شما برو شبانه روز مطالعه کن ببین آقا در آمریکا بهترین رأی هستش که مثلا تکس پولدارا رو ببرم پایین یا تکس بی پولا رو ببرم پایین، و آخر به عنوان متخصص یکی از این دوتا رو انتخاب میکنی. باز رأی شما با رأی اون کسی که مثلا توی شیکاگو داره آشغال جمع میکنه یه اثر رو داره. من فقط دارم اینو میگم که توجه داشته باشیم که این مسئولیت، این حرف، این برداشت درسته که افرادی که اکویپ نیستن به نالج در دموکراسی مسئول هستن برای همون چیزی که بهش اکویپ نیستن. اینو ما باید درک کنیم و این برای همه اعضای افراد یک دموکراسی این مسئولیت رو ایجاد میکنه که ما چجوری میتونیم که به همه افراد آگاهی لازم برای تصمیم گیری جمعی، مثلا در مورد وارد شدن در جنگ، حالا بین ایران و عراق نمیتونیم مثال بزنیم به خاطر اینکه شاید این تصمیم گیریات کشورهای جهان سوم کمتر مربوط میشه، مثلا حمله عراق به ایران خیلی ها معتقدن مربوط به سفر آقای دانالد رمزفیلد بیشتر میشه تا تصمیم خود صدام، ولی حالا ولی در مورد کشورهایی که دموکراسی هستن، مثلا فرض کن در آمریکا که به نسبت دموکرات تر از حکومت صدام هست، مردم آمریکا تأثیر گذارتر هستن
به نسبت میزان تأثیری که مردم عراق در تصمیمات صدام حسین داشتن و این نسبیت در همه جا برقراره. در اونجایی که دموکراتیک تره نسبی مسئولیت نسبی مردم هم بیشتره و اگر کسی آرزوش دموکراسی هست و علاقمند هستش که تصمیمات به صورت دموکراتیک گرفته بشه باید به این توجه داشته باشه که تک تک افراد مسئول هستن. و دوباره این سوال که ما چجوری میتونیم بفهمیم که این تصمیمی که داریم میگیریم درسته و چون تصمیم میخوایم درست باشه باید اول بفهمیم واقعیت خارجی چی هستش و اون واقعیت خارجی چی هست درسته، برای همه اعضا مهمه و اینکه متخصصین اینو میدونن برای یک دموکراسی کافی نیست. اینو من فقط می‌خواستم بگم که توجهتون و این صحبت دوباره که دیگه از دوستان صحبت کردم که در مسائل علمی بله ساده تره و در مسائل اجتماعی پیچیده تره و اتفاقا در مسائل علمی سیستم چندان هم دموکراتیک نیست، یعنی مثل دموکراسی نیست که رأی گیری بشه، متخصصین بین خودشون تصمیم گیری میکنن که چه تئوری رو انتخاب بکنن این حرفا، در حالی که یک پیچیدگی سیستم اجتماعی اینه که خود سیستم پیچیده تره و ما نظرات هم فقط از متخصصین علوم اجتماعی نمیگیریم وقتی میخوایم که رأی بگیریم. وقتی مردم آمریکا بوش رو انتخاب کردن در واقع به یک مثلا فرض کن هر دفعه که جمهوری خواه رأی میارن به یک طرز تفکر دیدگاهی از جهان رأی آورده، یعنی اکثریت مردم آمریکا یه دیدگاهی رو پذیرفتن که یه نوع جهانی رو توش متصوره که آمریکا مثلا میتونه با میلیتاریسم به اهداف خودش برسونه. وقتی جناح دیگه میاره یه نوع جهانبینی دیگه اکثریت آورده و در این اکثریت آوردن تک تک این افراد موثرن. من فقط اینو می‌خواستم بگم که از شونه افرادی که تو دموکراسی زندگی میکنن مسئولیت شناخت جهان و مسئولیت تصمیم گیری درست برطرف نمیشه به صرف اینکه بگیم سیستم پیچیده است، مگه اینکه فردی دموکراسی رو بذاره کنار بگه آقا من اصلا که برمیگردیم به همون بحث والتر لیپمن و دوی. والتر لیپمن ادوکت میکرده دقیقاً همینا، میگفت آقا به این مردم شما باید به دموکراسی امید نبندین، برین سراغ اینکه مشاورین پاور الیت در آمریکا ببینین کیا هستن، اونا رو یه کاری کنین که به رئیس جمهور راهنمایی درست بکنن، مردمم ول کنین، اونا رو به عهده پروپاگاندا بسپارین، مایندشون رو کنترل بکنین و این حرفا، که ایده اسم کتاب مانیفکتچرینگ کانسنت نوام چامسکی که در دهه 80 نوشته شده از کتابای والتر لیپمن اومده، اولین کسی که گفت آقا بیاین ما بزرگان متخصصین تصمیم گیری بکنن، مردمو که بهشون نمیشه امید داشت، اونا فرصت فهمیدنش بلا ندارن، ما در اونها کانسنت و مانیفکتچر میکنیم، یعنی ما از میدیا و وسایل امکانات هر چی که داریم اقتصادی اجتماعی و میدیایی استفاده میکنیم، تصمیمی که عقلا گرفتن رو کاری میکنیم که مردم بهش رضایت بدن، هرچی هم مثلا پس کن کسایی که مثل اینجوری فکر میکنن اصلا مردم تو انتخابات شرکت نکنن خوشحالتر هم هستن، میگن آقا اینا که اصلا چی میگن مطلع که نیستن همون به که اصلا در انتخابات هم شرکت نکن. من خیلی سوال کردم باز دوباره میبخشید، برگردیم، من پیشنهاد میکنم برگردیم به این سوال که ما چه جوری میتونیم بفهمیم. ببینید بهترین راهی که ما بفهمیم چه جهان بینی درست است این هستش که بفهمیم اون کسایی که در گذشته دعوا بوده، یکی میگفته آقا من میگم که اینجوری نیست دنیا، اون یکی میگفته اینجوری هست دنیا، بعد از 20 سال ما فهمیدیم که اون کسایی که اینجوری فکر میکردن حرفشون درست‌تر بوده، اون کسایی که میگفتن آقا حمله نکنیم عراق برای منافع اقتصادی آمریکا خوب نیست، حالا آید چنگیزی اشاره کردن به ژان کرتیان، من اینو همیشه نقل میکنم، من ادعا میکنم که ژان کرتیان فردی است که برداشت درستی از واقعیت درست‌تری بین همیشه نسبی دیگه، اول جلسه رو با این شروع کردیم، از جهان خارج داره. موقعی که آمریکایی‌ها شروع کردن حمله کردن به عراق، استرالیا و تمام کشورهای مشترک المنافع با آمریکا پیوستن، تو با ژان کرتیان یه مصاحبه کردن توی هواپیما، بهش گفتن آقا جان شما چرا نمیرین با این کوالیشن متحد نمیشین کانادا هم بره به جنگ عراق، اون گفت که من نمیرم توی جنگی شرکت بکنم که 500 میلیارد دلار خرج بکنم واسه 50 میلیارد دلار. بعد خب اون موقع اکثر کشورهای مشترک المنافع و اعضای ناتو و غیره و غیره همه پیوستن گذاشتن این اتفاق افتاد و این یه نفر مخالفت کرد.
الان بعد از 20 ساله که همه میفهمن که حالا که آمریکا 6 تریلیون دلار تو عراق بده کار شده، این حرفش درست بوده. به نظر من، من این پیشنهاد رو میخوام نظر راجبش سوال کنم، این که ما بریم بفهمیم چه چیزی تو این فرد بوده که در اون لحظه که اکثریت همگنان خودش، بقیه نخست وزیرای کشورهای مشترک منافع گفتن آقا به نفعمونه بریم، این گفته نریم، الان که ما میدونیم حرفش درست در اومده، ببینیم چی بوده که این حرفش درست در اومده. و اگه بخوایم از دیدگاه لاکاتوش نگاه کنیم، مطالعه کردن ژان کریتین برای ما میتونه مفید باشه. من شخصا سعی میکنم هر خبری که میشنوم اول شک کنم به در واقع اینکه اصلا اساسا این خبر درسته یا نه، و بعد خب از در واقع جاهای مختلف در واقع منابع رو پیگیری میکنم. یه جورایی تو تاریخ هم همین جوری به نظرم رسیده که بهتره بریم، یعنی مثلا حالا من خب خیلی به تاریخ معاصر در واقع علاقه دارم، زیاد میخونم منابع مختلف رو، و در واقع فکر میکنم مثلا همین جوریه، یعنی حالا خصوصا تاریخ معاصر ایران، مثلا خب ما خیلی تاریخامون شفاهیه، خیلی شاید مکتوب کمتر داریم، ولی مثلا در مورد انقلاب 57 وقتی میخوام بخونم، هم در واقع منابع مرتبط به در واقع خود تاریخ نویسای جمهوری اسلامی رو میخونم، هم منابع مربوط به مجاهدین خلق رو میخونم، هم فدایی‌ها رو میخونم، هم در واقع اصلا طرفداری سلطنت رو میخونم. حالا یه سری کارهای خوبی خصوصا توی در واقع اون بخش تاریخ شفاهی مثلا آقای بهباشی انجام داده، مثلا اونا رو گوش میدم، یعنی فکر میکنم برداشت درست یه چیزیه از همه اینا، یعنی هیچ کدوم قرار نیست که همه حقیقت رو داشته باشن، باید همه این منابع رو دید، شنید، خون، و بعد در واقع اون برداشت درست میشه یه چیزی از همه اینها. حالا شاید جاهایی که همشون در واقع یکی گفتن برداشت درست باشه، یعنی اگر در مورد یک واقعه افراد مختلف نظرات مختلفی دارن کاملا متفاوت از هم، شاید هیچ کدومشون درست نمیگن، یعنی نمیشه فهمید که مثلا دقیق اون واقعه یا اتفاق چی بوده. در مورد اخبار هم یه جورایی همین جوریه، اگر منابع مختلف دارن اخبار متفاوت میگن، نظرات متفاوتی رو میگن و هیچ کدوم شبیه هم نیستن، شاید واقعا هیچ کدومشون نمیدونن که چه اتفاقی افتاده و واقعیت چی هست، و شاید باید فقط صبر کرد و منتظر در واقع اون شد، این شد که حقیقت ماجرا روشن بشه. این حالا به نظر من، من حالا اون یه تیکه رو که شما نبودی رو تکرار بکنم، این لاکاتوش بله در اون لحظه که ما هستیم، شاید خیلی از مواقع همونطور که اول جلسه هم تاکید کردم، ما وضعیتمون این هستش که نمیدونیم چی درسته چی درست نیست، واقعیت خارجی چی هست و چی نیست، و در یک لول آنسرتنتی وجود داریم. لاکاتوش میگه شما در هر لحظه‌ای که قرار دارین، بله تئوری‌های مختلفی مطرح میشه، هیچ اینا هم همه تئوری هستن، هیچ کدومش قطعیت ندارن، ولی بعدن شما میتونین گذشته رو مطالعه بکنین، ببینین کدومی که از این افراد، کدومی که از این جهان بینی‌ها راجع به واقعیت خارجی و راجع به چه باید کرد به نتایج مطلوب رسیده. حالا تو یوتیلیتی تیوری میگن آقا کدومشون یوتیلیتی اون جامعه رو مکسیمایز کرده. آیا فرض کنید زمان جنگ ویتنام، یه عده گفتن آقا جنگ ویتنام نکنین، یه عده میگفتن که مثلا میگفت آقا نه 100 تا بمب دیگه اگه بندازین تو کامبوج برنده میشین، دوباره یه عده میگفتن آقا نکنین این جنگ رو قطعش کنین، تو همون سیاستمدارا توی متخصصین حتا، و یه عده میگفتن نه اگه کارپت بمبی بکنیم چی میشه مثلا. این لاکاتوش پیشنهادش اینه، من دارم میخوام راجع به یه پیشنهاد عملی برای اینکه ما در این لحظه موجود بعد از اینکه از همه این امکاناتی که الان من اینجا داکیومنت کردم استفاده کردیم، اختلاف هست، یعنی من میرم از منابع مختلف استفاده میکنم، دیگری هم میره از منابع مختلف استفاده میکنه. لاکاتوش میگه بریم بشینیم ببینیم اون کسایی که و وقتی که همین کارا رو میکنن و تحلیل میکنن و به نتیجه میرسن، چه چیزی باعث میشه که اینا پیش بینیشون درست در اومده، اونایی که غلط در اومده. یعنی ما در این لحظه نمیتونیم تصمیم گیری کنیم، ولی گذشته رو میتونیم مطالعه بکنیم. ما میتونیم بریم ببینیم اون کسایی که قبلا تصمیمات درست گرفتن، نتایجی و تصمیماتی گرفتن که منجر به یوتیلیتی برایشون شده، یعنی
به اون هدفی که اون تصمیم واسش گرفتن رسیدن و کسایی که تصمیماتی گرفتن و به اون هدفی که مورد نظرشون بوده نرسیدن، اینا رو بررسی کنیم تا بتونیم در از متدولوژی اون کسایی که تصمیمات درست میگیرن بهره مند بشیم. و سوال اینجاست که حالا مثالی که من زدم که شما از رسیدین این بود، چرا آقای جان کرتیان تصمیم درست گرفته راجع به نرفتن به جنگ عراق ولی همه دیگه اعضای هم فکر هم هدف اون تصمیم غلط گرفتن، کشورشون رو به دکار کردن؟ این علتش چی بوده؟ و امثال اینو، یعنی به عنوان یه پروپوزال لاکاتوش اینو مطرح میکنه، ما بریم بررسی کنیم ببینیم اونایی که تصمیمات درست میگیرن چه چیزی باعث میشه واقعیت جهان خارجیشون رو درست‌تر ببینن و به اهداف خودشون برسن. حالا این در واقع این پروپوزال رو مطرح کردیم که این صحبت‌های جدید مطرح شد. اگر حالا راجع به اینم نظری داری آقا رضا بفرمایید و دیگران. حالا من اجازه بدین گوش بدم یکم بیشتر یاد بگیرم. من میتونم یه نکته بگم؟ بله بفرمایید. نگاه کنین، من شما مسئله یه مقدار ساده کردین. انقلاب 200 سال از انقلاب فرانسه میگذره، هنوز که هنوزه دارن تفسیر در موردش مینویسن. یعنی این که ممکنه واقعیت رو ما نتونیم حتی بعد از 200 سال هم بدونیم دقیقا چی بوده و اینها، که بخوایم بریم ببینیم که اون آدمی که این به اصطلاح تفسیر درست داشته چه باید کردش درست بوده اصلا کی هست و چی هست و فلان اینها. همین. این حرف شما درسته ها، ما نمیتونیم از همه چیزهای گذشته استنتاجی بکنیم، از موفقیت ها و شکست های افرادی که تصمیم گیری کردن یا اظهاراتی راجع به جهان خارج کردن، ما فقط از اونایی میتونیم نتیجه بگیریم که بعدن که بررسی میکنیم صحت و سقمشو میدونیم. بله ممکنه اصلا اکثر مطالب بیفتن تو اون حوزه‌ای که ما آخر سر نمیفهمیم که درست و غلط ماجرا چیه. و دوباره برمیگردیم به همون چیزی که صحبت رو شروع کردیم، ما بیشتر مواقع احتمالاً اینجا قرار میگیریم، در بیشتر مواقع نه مطمئن هستیم واقعا چی درست و چی غلطه و چه واقعیت خارجی وجود داره و چه واقعیت خارجی وجود نداره. ولی اون مواردی که لاکاتوش اینو میگه، اون جایی که پیش بینی یه کسی درست در میاد، این میگه مثل یه معجزه است. ببینید مثلا اون حرفی که میزنه، میگه آقای هاله از شاگردای نیوتن هیچ کس حرف نیوتن رو قبول نمی‌کرده، از آکادمی علوم میگفتن تو معتقد به ماجیک هستی، میگی از راه دور کرات رو هم دیگه اثر می‌ذارن اینا. یکی از شاگرداش به نام هاله پیش بینی می‌کنه که 60 سال دیگه یه دونه بر اساس محاسبات نیوتنی یه ستاره دنباله‌داری ظاهر خواهد شد. ما وقتی نیوتن در زمان زندگی خودش مشغول ضرب سکه بوده برای ملکه انگلستان، فیزیک نیوتنی وقتی این چیز میگیره، اون استحکامو میگیره که 60 سال بعد بینه این پیشبینی که این شاگرده کرده بود، خودش مرده بوده، حاله مرده بوده، نیوتن هم مرده بوده، ولی پیشبینیش که درست در میاد میگن این دیگه نمیتونه اتفاقی بوده باشه. اون مواردی از تاریخ، برای انقلاب کبیر فرانسه هنوز هم ما نمیدونیم، فرض کن من البته خودم نظر خودم دارم، ناپلئون کار درستی کرد یا نکرد، ولی اون جایی که میدونیم که این تصمیمات غلط بر اساس برداشت غلط از واقعیت خارجی بوده، یک شرایط خیلی جالبی به ما میده. اون تصمیماتی که میدونیم درست در اومده و اون تصمیماتی که میدونیم غلط در اومده، اون کسایی که قبل از اون آقایی که رفته تو سازمان ملل نماینده سازمان ملل بوده و گفته آقا من دارم به شما میگم تو عراق مثلا چیزای کشتار جنبی وجود نداره، خب اون حرفی الان ما میدونیم درست بوده، حرف دیگرانی که میگفتن وجود داره غلط بوده. و الان هم اینطور نیستش که هیچ تئوری نداشته باشیم، ما این داره یادداشت کردیم. مثلا فکر کنم کیهان بود که به منافع اشاره کرد، اگر ما منافع رو در نظر بگیریم و بیایم بر اساس منافع فیلتر بکنیم، میایم چک میکنیم این کسی که داره میگه داره، نکنه این سهامدار شرکت نظامیه که داره یه حرف رو بزنه بخواد جنگ را بندازه.
ابزارهایی ما داریم وقتی که این لیستی که الان من اینجا به صورت بولت لیست درست کردم و ازش استفاده بکنیم. نکته اینجاست که میگه که خب حواستون باشه که وقتی که ما به گذشته نگاه میکنیم ازشون از اون جاهایی که به صورت تنجیبل و نهایی میدونیم که تصمیمات غلطی گرفته شده و استیتمنت های غلطی راجع به صحت و سقم جهان خارج داده شده، از اون قسمت ها میشه برای درس گرفتن استفاده کرد. من یه نکته میتونم بگم؟ بله بفرمایید. ما یه مقدار یه چند دقیقه جلسه رو دیر شروع کردیم، یه چند دقیقه هم دیر تمومش میکنیم. بفرمایید. به نظر من باید مسائل در واقع اجتماعی تفاوت گذاشته بشه. اینی که شما در مورد نیوتن گفتین قانون عمومی جاذبه، در واقع خب این دیگه یه جایی در واقع تایید میشه، بعدم دقیق تر میشه، ولی مسائل اجتماعی اینطوری نیست. یعنی شاید چیز دیگه ای اتفاق می افتاد، حالا یک خیلی بعید، ولی حتی مثلا دیدگاه ژان کریتین اشتباه در می آمد و خیلی هم خوب برای چیز احتمالش وجود داره. به طور نمونه مثلا من می خواهم بگم که الان بحثی که تو دنیا هستش که آیا بهترین نمونه دموکراسیه و اینکه خب یه گروه دیگه میگن که چین هم خب بالاخره پیشرفت میکنه، طبقه متوسط رشد میکنه و دموکراسی اونجا میاد. خیلی در واقع معتقدم اصلا اینجوری قرار نیست بشه، اصلا این درست نیست و در واقع نظام حاکم بر چین شاید خیلی نه تنها الان راندمان بهتری داره، افیشنت تره و با در نظر گرفتن فاکتورهای در واقع جامعه شناسی شاید در واقع حقوق اکثریت مردم بیشتر در نظر گرفته میشه تا بسیاری از دموکراسی‌های غربی، ولی واقعا روی اینا نمیشه تصمیم گیری کرد. به نظر من باز مسئله منافع مطرحه، یعنی اینکه منافع چه گروه‌هایی توی اون قضیه در واقع تأمین شد، مثلا نمونه جنگ عراق، اون گروهایی که در واقع جنگ رو برنامه‌ریزی کردن و پیش بردن و به انجام رسوندن، وقتی نگاه میکنه اونا منافعشون رو بردن توی این قضیه. حالا ممکنه برای کل جامعه امریکا یک مصیبت، یک ضرر بزرگ باشه، ولی اون گروه ها در واقع شاید به بخش بزرگی از خواسته هاشون رسیدن. بنابراین این قضیه هستش. و آخر سرم عبدالحسینی همونطور درست گفتم، به نظر من انقلاب فرانسه، انقلاب ایران آیا باید میشد چراشو گرفت؟ اشتباه بود؟ میدونین هنوز هیچ کسی جواب قطعی روش نمیتونی داشته باشه، به نظر هیچ وقت نمیتونیم داشته باشیم. ممنون. خب الان اشکال اینجاست که اون شهروند آمریکایی که به نفع رفتن به عراق رأی داده و در سال 2004 دوباره جورج بوش رو دیدید، جورج بوش در انتخابات اول با اقلیت آرا به حکومت میرسه ولی در سال 2004 با اکثریت آرا به حکومت میرسه دوباره دور دومش، یعنی اکثریت رأی دهنده های آمریکایی به این رأی میدن که این روند ادامه پیدا کنه. خب حالا فرض کنیم که منافع یه عده تامین شده باشه ولی آمریکاییایی که بدهی نشنال دتشون از سال 2000 تا حالا از 500 میلیارد دلار دارایی رسیده به 28 میلیارد تریلیون دلار بدهی، 28 هزار میلیارد دلار بدهی، اینا ضرر کردن و در یک دموکراسی خب ما این برامون نباید این کافی باشه که بگیم خب بله اون کسی یه دهی منفعت کردن یه دهی ضرر کردن. سوال ما اینه برای یک شهروند لیمن که در یک دموکراسی حق رأی داره و این مانیپولیت میشه که رأی بده به یه چیزی که به من به نفع اون نیست و به نفع دیگری هست، چه باید کرد؟ و من دوباره تاکید میکنم این لیست بسیار زیبایی که اینجا ما تهیه کردیم اینا همه کمک میکنه به اینکه فرد بتونه در اون لحظه تصمیم درست بگیره.
آیا حالا من از کیهان می‌پرسم، یعنی واقعا معتقدی که آیا مردم آمریکا هرگز حتی اگر همه این چیزایی که ما اینجا لیست کردیم رو استفاده کنن هرگز نخواهند تونست یه شهروند عادی رای بده و منافع خودش رو تامین کنه؟ چه کاری ما میتونیم بکنیم که به اون مرحله برسیم که شهروندهای عادی در یک دموکراسی از این ابزارها استفاده بکنن و به جای اینکه تصمیماتی گرفته بشه که به نفع منافع گروه های قدرت هستش که وقتی شما گفتی من اینجا اضافه کردم به لیست، بیان به منافع خودشون رو بتونن درک کنن و به اون چیز رأی بدن؟ دقیقا همین که شما میفرمایید در واقع اینه که هر چقدر شناخت دقیق‌تر و کامل‌تری از منافع خودمون و گروه خودمون در واقع داشته باشیم، گروه بزرگتر خودمون داشته باشیم، چون در واقع نمیتونیم فردی برای منافع خودمون اقدام کنیم، خیلی وقتا منافع گروه بزرگ خودمون داشته باشیم بهتر عمل میکنیم. سال 57 هم اگر ما نسبت به منافع شخصی و گروهی خودمون داناتر بودیم قطعا بهتر عمل میکردیم. ممنون. خب بقیه دوستان اگر صحبتی نیست، الان ما یک ساعتمون هم کاملا پر شده، من فکر میکنم به جوانب مختلف این مسئله توجه شد. حتما توی جلسه آینده به این صحبت ادامه میدیم و سوالی که من دوست دارم جلسه بعد راجبش فکر بکنیم این هستش که خب ما الان به این رسیدیم که اگر مردم تحت تاثیر قرار نگیرن، به منافع گروه های قدرت توجه کنن، منافع خودشون رو در نظر بگیرن، به سیستم موجود مثل سیستم سرمایه‌داری توجه بکنن، اینتنشنش رو بدونن، از افراد مطلع‌تر استفاده بکنن، شک بکنن راجع به اون چیزی که میشنون، به تجربیات و قدرت تحلیلی خودشون بیفزایند و مردم عادی هم در این جهت گام بردارن، ما میتونیم که حالا سوال اینجاست چه کار باید کرد که اکثریت مردم جامعه این کار رو بکنن و این از این مطالب توجه بکنن. ما این سوال رو میذاریم برای جلسه بعد که چه بکنیم که ما و دیگران این کارهایی که اینجا لیست شده رو بکنن. خب ما به جلسه‌مون خاتمه میدیم ولی به صحبتمون ادامه میدیم. کسایی که یک ساعت الوکیت کرده بودن الان بیشتر از یک ساعت هم شد، میتونن که به زندگیشون برسن، ولی من چون زندگیم همین در 15 سال گذشته همین فکر کردن روی این مسئله بوده، در خدمت شما هستم جناب قاسمی. استفاده زیاد کردیم. خواهش میکنم، موفق باشید. مرسی. منم تشکر میکنم. مرسی، موفق باشید. بفرمایید دوستان. مرسی. جناب قاسمی، من فقط میخواستم که یه مسئله رو تو این به اصطلاح عقلانی که شما اضافه کردین، مسئله معیارهای انسانی، انسانیت، حق و ناحق رو هم بهش اضافه بکنیم. واقعا چه چیزی حق هستش بر مبنای معیارهایی که ما داریم، معیارهای انسانی که داریم، و چه چیزی ناحقه و بر مبنای چه معیارهایی میشه اینها رو در حقیقت از هم چیز کردش؟ به این معیارها هم یعنی توجه بکنن موقع تصمیم گیریش. به این معیارها، بله دیگه. ببینید مثلا صحبت از جنگ مثلا میشه، حالا که دیگه آف ریکورد هستیم دیگه، وقتی که صحبت از جنگ میشه واقعیتش اینه که یک حمله کننده فکر میکنه حقانیت داره برای به اصطلاح حمله کردن و حمله شونده فکر میکنه که ناحق بهش حمله شده. بعد اینجا اون معیارهای انسانی، اصولا آیا حمله کردن و بمباران کردن مثلا یک کشوری، آیا اینها از معیارهای انسانی برخوردارن یا اینکه نخیر، فقط مسئله به اصطلاح منافع گروه ها یا حکومت ها هستش که تعیین کننده تصمیم های خانه برانداز، تصمیم های به اصطلاح فاجعه آمیز و یا تصمیم های خوب میشه. درسته. یعنی اینکه اون شهروند ممکنه هم از حتی به این نتیجه برسه که فلان حرکت منافع من رو تامین میکنه ولی با این حال به اون رأی منفی بده، اگر که این پارامتر دقیقاً
ببینید سر مسئله ژان کرتین که شما فرمودین، ژان کرتین یکی از وزرای پیر الیوت ترودو با پدر همین جوستن ترودو بودش. اینا از نسلی بودن که به نوعی من میتونم بگم که از نسل معترضین به نظم حاکم در کانادا هم بودن، از جمله خود پیر الیوت ترودو. و شما میدونید دیگه اولین کسی هستش که بین کانادایی ها میره به فلسطین، در فلسطین به اصطلاح با مردم فلسطین آمیخته میشه، اونجا به عنوان جاسوس اسرائیل میگیرنش، بعد میفهمن نه بابا اون نیست، بعد میره اسرائیل، اسرائیل به عنوان جاسوس فلسطینی ها میگیرنش. اولین کسی هستش که بلند میشه میره کوبا و فیدل کاسترو رو میبینه، اصلا قبل از اینکه به اصطلاح روابط دیپلماتیک برقرار بکنن به چین میره. یا کرتین؟ نه خیر، ترودو، پیر الیوت ترودو. بله، جزبه هم جزبه موقع ختم چاوز رفته بود اونجا، من خیلی تعجب کردم. بله بله، اینا جزبه نسلی بودن که نسل معترضین به نظم حاکم جهانی در یک مرحله ای، ولی در همون چارچوبه افکار لیبرالیستی و منع در حقیقت سرمایه داری رو نمی کردن. شما می دونیم پیر الیوت ترودو پدرش یکی از سرمایه‌داران بزرگ بودش در کانادا، و حضورتون عرض کنم که ولی با این همه از این اندیشه مترقی برخوردار بودن و بیشتر تحت تأثیر اون فلسفه اروپایی به ویژه فرانسوی قرار داشتن اینها. مثلا ژان پل سارتر رو به عنوان یک فیلسوف خیلی خوب میشناختن و باهاش ارتباط داشته پیر الیوت ترودو در یه مراحلی در دوره دانشجوییش و اینها. این هستش که اینا یه نسلی بودن که واقعا اون اتلان دو جوجمان یا معیار قضاوت رو داشتن. یعنی در حقیقت ژان کرتین اون صحبتی که شما میفرمایید توی اروپایی میکنه، حالا مسئله مالیش رو مطرح میکنه، ولی واقعیتش اینه که اصلا اینا در جنگ های آمریکا دوست نداشتن به هیچ وجه همکاری بکنن با چیز، با آمریکایی ها، چون نتایج فاجعه آمیزش رو در ویتنام، لاوس، کامبوج و شکست مفتزهانه آمریکا در سال 1953 در کره شمالی رو اینا دیده بودن، مطالعه کرده بودن. این هستش که اون حالا به جز جنبه مالیش که میگه که من برم اونجا 500 میلیون مثلا 500 میلیارد چیز کنم برای 50 میلیون، ولی واقعیتش این که از یک تفکر یا در حقیقت یک معیار قضاوتی برخوردارن که مانع از این میشه که به هر نوعی دنبال روی بکنن. حالا این جوستن ترودو سر مسئله مثلا همین سفارت ایران، باز شدن سفارت، اول از همه آقای دیون رو به عنوان وزیر امور خارجش انتخاب کردش، استفان دیون، و بهش هم مأموریت داد که آقا راجع به مسئله ایران بره یه فعالیتی بکنه. ولی به محض اینکه ترامپ آمد، فوری خانم این فریلند رو، یک اوکراینی در حقیقت اصل و با مواضع خیلی کنسرواتیو و ارتجاعی من میگم حتی، فوری اینو با اون جابجا کرد، چون ترسید که تضادش مثلا با بله با آمریکا و ترامپ تضادش گسترش پیدا بکنه و تحت فشار قرار بگیره با اون در حقیقت پروتکشنیسمی که ترامپ اعلان کرده بوده. ولی اگه پدرش بود، من به شما قول میدم که هرگز زیر بار این مسائل نمیرفت، یعنی مستقل عمل میکردش در مسائل خارجی. مثلا گوایدو رو دعوت نمیکرد بیادش اینجا یک کوالیشن درست کنن بر علیه در حقیقت قدرت سیاسی در ونزوئلا و آقای گوایدو رو به عنوان رئیس جمهور انتخاب بکنم و غیره. این چنگیزی اینو میخوام بگم که خیلی نکته مهمی رو در اون جهت هدفی که در واقع من دنبالش بودم شما مطرح کردین، که ما بفهمیم که چه. حالا ژان کرتین اومده یه آرگومنت منافع ملی رو مطرح کرده، ولی اون سوال عمیق‌تری که لاکاتوش میگه بپرسیم که خب این چرا تونسته، این که به لایف استوریش نگاه بکنیم بله. یه ارزش هایی رو دنبالش بوده که مثلا اون طمع نفت
چشم یه همچین کسی رو که داره یه همچین ارزشایی هم هست به راحتی کور نمیکنه و این رو میبینه، در حالی که یه کسی که فقط دنبال منافع کوتاه مدت باشه ممکنه راحت تر گول اینو بخوره که آره بریم نفتای اونجا رو برداریم و بیایم، که ترامپ گفته بود که I like oil. چرا اون این گولو میخوره و کریتیان نمیخوره؟ توجه کردن به در واقع اون بکگراند ایدئولوژی عدالت جویانه و انسانیت و فلان این حرفا به ژان کریتیان این فرصت رو میده که انتقادی تر نگاه بکنه. من لذت بردم. درست میفهمی. خط دمارکشن در حقیقت تفاوت گذاری بین ارزش ها، معیار ها و در حقیقت دانش های رو که، یا اینکه دانشی که انسان به دست آورده در اثر طول زندگی با تجاربش در محیط زیستی که در اونجا رشد پیدا کرده، میتونه بین شر و خیر رو یه خطی بکشه و بگه که آقا من طرف شر نمیرم به خاطر اینکه معیارهای من اجازه نمیده. یا در مورد مثلا اوضاع سیاسی ترجیح میدم که از مثلا فلان نظریه دفاع بکنم تا فلان نظریه، چون فکر میکنم که بیشتر متمایل به حقوق دموکراتیک مردم هستش. ببینید، یعنی در حقیقت هر کدوم از ما این رو داریم، نه اینکه فقط بگم که یه عده آدمای خاصی دارن، تمام انسان‌ها یک خط فاصلی میذارن بین در حقیقت خیر و شر، بین خوب و بد، بین برخوردهای انسانی و غیر انسانی، همه ما این رو داریم. ولی در یه جایی وقتی که او تبدیل میشه به یک معیار اساسی برای قضاوت کردن، اونجا در حقیقت انسان‌ها سریع‌تر و راحت‌تر میتونن راجع به مسائل تصمیم گیری بکنن. من یه نمونه مثلا سر همین قرارداد بین قرارداد تفاهم نامه بین چین و ایران رو میبینم دیگه، مقالات مختلف همینطور که آقا رضا گفتن از چپ و راست، از این ور از اون ور، همه اینا رو منم میخونم. منتهای امر پلوی خودم این سوال رو میکنم، آیا ایران راه دیگری دارد در شرایط کنونی؟ در مورد حکومت هم صحبت نمیکنم که حالا این حکومت باید برود، نباید برود، خوب است، بد است، جنایتکار است، جنایتکار نیست، اینها رو کاری ندارم. به عنوان کسی که میخواد اوضاع رو تجزیه و تحلیل بکنه، من میگم که در شرایط کنونی و این جهانی که الان دو قطبی در حقیقت شده، ایران یه جایی باید بیسته که منافع ملی و امنیت ملی و یک پارچگی ایران رو بتونه حفظ کنه. حالا هر کسی که تو قدرت میخواد باشه، چه جمهوری اسلامی باشه، چه جریانهای دیگری که به هر اسم که میخوان باشن، نتیجتاً این خط در حقیقت فاصله، این خطی که به من ایزه میده الان اینجا، بله. خط دیمارکیشن شما مثلا اسمشو چی میتونیم بذاریم؟ واقع گراییه یا منافع ملی؟ واقع گراییه. آها. ببینید، یک واقع گرایی هستش که بر مبنای منافع ملی، امنیت ملی و یک پارچگی ایران هستش. به همین دلیل من مخالفتی با یک چنین تفاهمی ندارم و اینم برمیگرده به واقعیت عینی موجود در حال حاضر. ببینید، جو بایدن آمده قبل از اینکه بیاد تو قدرت گفتش که آقا من مسئله برجام رو حل میکنم، برمیگردم به برجام، و از زمانی که آمده در حقیقت داره با این داستان بازی میکنه و در این بازی ظرف دو هفته گذشته بازنده بیرون آمد. یعنی چینی ها دیدن که ایران آماده یک چنین جریانی داره، این تفاهمی رو داره، در این حال که جو بایدن و دیگران به طور جدی نیمدن پای بحث و گفتگو به خاطر اینکه مشکل را حل بکنن، نتیجتا قرار گذاشتن که آقا این تفاهم رو باید در حقیقت امضا بکنیم. حالا منافع چی؟ میگه آقا اگه بخوای تا ابد لفتش بدین، آفر ما رو میز نیست دیگه. اون الان میبینه آمریکایی‌ها برنگشتن، از روی ایران فشار میاره، میگه یا الان امضا کن یا هیچ وقت، یا همچین کاری رو حتما. دقیقاً. حالا منافع چین به طور طبیعی در این تفاهم هست و من فهم میکنم که در به اصطلاح لانگ ترم منافع ایران هم در این به اصطلاح تفاهم هستش. یعنی ایران از اون اسفر یا اون فضای چیز آمریکا بیرون میادش، یعنی در انتظار اینکه آیا آمریکا میاد این تحریم ها رو بر میداره به برجام برمیگرده، از اون بیرون میادش
و نتیجتا در واقع این تصمیم بایدن دوباره میشه جزء اون تصمیمات غلطی که حرکت نکردنش به ضرر منافع غرب و منافع آمریکا میشه. دقیقاً با شما موافقم. در حقیقت اصلا جریان رو تسهیل کرد، یعنی امضای این تفاهم نامه رو ظرف این سه ماهی که آقای بایدن به قدرت رسیده و آقای بلینکن و اطرافیانشون تسهیل کردن که اونها برن اون طرف و در اون وقت از نظر استراتژیک چه باختی در خاورمیانه اینا خواهند کرد، نتایجش ظرف مثلا 4-5 سال آینده مشخص خواهد شدش. من فکر میکنم که بازنده بزرگ در این رابطه در حقیقت آمریکا و استراتژی که متزلزلش در رابطه با مسئله برگشت به برجامه. ببینید اونجایی که من میگم حق و ناحق، اینها 16 امضا کردن برجام رو، بعد در سال 2018 پاره کردن، بعد خیلی جالبه که میگن ایران باید برگرده به برجام. یعنی اونها قرارداد رو پاره کردن و از برجام بیرون رفتن، حال میگن که این ایران باید برگرده به برجام. چندین بار در حقیقت اروپایی ها، نمایندگان اروپایی چندین بار در پارلمان اروپا ابراز کردن که آقا ایران که نرفته بیرون که باید برگرده، شما رفتیم بیرون باید برگردیم. حالا یکی از سوالاتی که جالبه که بعداً انشالله بهش بپردازیم این هستش که چرا آمریکا این تصمیمات غلط رو ظرف این 30-40 سال گذشته مرتباً اتخاذ کرده، تصمیماتی که روز به روز منجر به بدهکارتر شدنش و حالا به قول شما یا یکی دیگه از دوستان گفتن به نفع بعضی از شرکت‌ها ممکن نشده باشه ولی در کل به ضررشون شده. چرا این سیستم منجر به این تصمیمات غلط شدم؟ یه سوال جالبی هستش. تقریبا تمام این حکومت‌های این جوامع به نوعی کارگزاران شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌های بزرگ هستن. یکی از کسانی که خیلی خوب این اوضاع رو تجزیه و تحلیل کرده، شاید یادتون باشه، نائومی کلاین هستش، از همشریای شما. بله. حالا اون داکترین شوک و در حقیقت یه کتاب دیگری داده بود بیرون در رابطه با مسائل بیشتر محیط زیستی، آخرین فرصت برای تغییر، اگه یادم بیاد یه همچین چیزی بودش. بله. که میگه که واقعیتش اینه که سرمایه‌داری طبیعت رو هم داغون کرده و تمام به اصطلاح بشریت رو به خطر انداخته. حالا من زیاد نمیخوام این مطلب که دوباره خود شما مطرح کردید، من الان هایلایتش میکنم که این شناخت از داینامیک کلی سیستم هم به آدم یه ویژنی میده که منجر به تصمیمات درست‌تر میشه. اگر شناخت درستی از دینامیک سیستم داشته باشه، اینم مهمه در پیش درست کرد. شما خیلی خوب جمع‌بندی کردین. یه نکته چیکی بگم که من دیدم که تو اون صفحه آقای دکتر سعیمی همین بحث بایدن و اینها که بود، گفت شما دقت کنین که ببینین که این در چه شرایطی قرار داره. این اگر یه خورده به اصطلاح چیز کنه، دست به هوا نره، به زودی کنگره رو از دست میده، فلان میشه، بهمان میشه و هیچی. یعنی این شکلی هم نیست که مثلا فکر کنیم که اون به اصطلاح میخواد، اگر میتونست میخواد، این نمیخواست مثلا به برجام برگرده و اینها. شرایط اونجا یه مقدار این شکلی هستش. بله، من با یه نکته میخوام در تایید حرف آقای عبدالحسینی تمام بکنم که این تصمیماتی که آمریکا میگیره یا تصمیماتی که ایران میگیره یا چین میگیره، خودش در واقع برایند مجموعه تصمیماتی است که مسئولین و صاحبان قدرت میگیرن. و این نکته مهمی بود که گفتین، در واقع اگر تصمیم آمریکا به، حالا حتی اگر بایدن هم میخواد که برگرده به برجام، ولی این که تصمیمات این سیستم این هستش که بر نگرده، یه کانسیکونس واقعی داره و این هستش که در این بازی، همونطور که آقای چنگیزی گفتن، بازی بهینه‌ای برای ایران باقی نمیذاره به جز این که بیشتر بره به سمت چین.
و این در واقع برخلاف من خیلی وقتا این در واقع پاور الیت آمریکا تصمیماتی گرفتن که برای منافع ملی آمریکا خوب نبوده و این مثال دیگری از اون احتمالا خواهد شد. این توی سنا مثلا یا تیو اینا یه دونه رأی بیشتر داره، حالا اگر این رأی 30 تا رأی 50 تا رأی 40 تا رأی بیشتر داشت اصلا این فرق میکرد، اینو یه مقدار همشو به سیستم رد ندین. یعنی خب سیستم دیگه، ببینید سیستم توریست و طرز تفکر این پاور الیت توریست که من هیسل مجموع، اولا که طرز تفکر جامعه توریست که 50-50 در واقع سیستمشون به این صورت الکترال کالجه، سناشون به این صورتی است که به این وضع در اومده. و اینکه ما میگیم سیستم یعنی همه این وضعیت آمریکا به عنوان یک گلوبال، از دور که بهش نگاه بکنی این مردم، این جامعه، این وضعیت کنگره، این وضعیت مجلس طوری اگه خوبه توی جامعه ای این سیستم وقتی خوب داره عمل میکنه که منافع جامعه رو تامین بکنه. اگه کل این سیستم منجر به یک اقدامی داره میشه که مثلا فرض کن در طول از نظر استراتژیک ظرف 20 سال آینده منافع آمریکا رو تضعیف میکنه، پس این سیستم خوب نیست دیگه. یعنی من اگه آمریکایی بودم میرفتم اینو تحلیل میکردم که آقا چرا سیستم ما در سال 2000 تصمیم غلط گرفت، 2004 تصمیم غلط گرفت، چرا ما سیستم ما یه توریست که قراردادهای بین‌المللی رو امروز امضا میکنه پس فردا از امضا در میاره. اینا مشکلاتی است که حالا آمریکایی‌ها باید بهش رسیدگی بکنن و هر جامعه‌ای باید کلا فکر کنه ببینه چرا سیستم جامعه در کل از فرد گرفته تا این اگریگیت سیستم سنا منجر به تصمیماتی میشه که منافع ملیشون رو تامین نمیکنه. خیلی ممنون، امیدوارم که یک دیدگاه برد بردی در اونجا و بقیه جای دنیا حاکم بشه که دنبال این باشن که منافع همه به صورت اپتیموم تامین بشه. و آن دیس نوت بذارین جلسه امروز رو تموم بکنیم، چون این بحث درست کردن دنیا پایان نداره. خیلی از مصاحبتتون باهاتون لذت بردم و شما هفته دیگه میبینم. ممنون، خیلی متشکرم، روز خوش، موفق باشید. بله خیلی ممنون از زحمت میکشین، فرم خوبیه اینجا. خیلی متشکرم، لطفتون، مرسی، متشکرم، موفق باشید، روز شما بخیر، روز همگی بخیر، خدا حافظ.